سلام بیننده های عزیز تلویزیون اورانوس و شنونده های گرامی رادیو کندوس، با مصاحبه ویژه امروزی ما خیلی ها خوش آمدید. در سلسله برنامه ها، گزارشات و مصاحبه های ویژه که با مقامات محلی و مردم و گزارشات متنوع از مرکز و ولسوالی های ولایت کندوس داشتیم، امروز نیز مصاحبه ویژه داریم با محترم قاری جمعالدین خاکسار، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندوس. خاکسار صاحب، تشکر از اینکه وقت گذاشتید و ما را به حضور پذیرفتید. به عنوان سوال اول، قماندانی امنیه ولایت کندوز در طی یک سال گذشته چه دستاوردها و فعالیت‌هایی را برای رفع مشکلات مردم داشته است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، یو سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو همکارانو ته، او خدای دې ورپسې ټول به روغ او جوړ اوسئ. الحمدلله، د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ په تیر یو کال کې ډېرې لاسته راوړنې لري، لکه جنایي بخش ده، تروریزم مدیریت ده، او داسې نور مدیریتونه دي چې ډېرې لاسته راوړنې په دې یو کال کې موږ درلودلې. چې الحمدلله، د جنایي مدیریت په تیر یو کال کې په تعداد د 522 کسان، هغه کسان چې په دې کې غلا کولې، مخدره توکې پلورل، او ورته زنا نورې بدفعله کارونه کول، موږ دغه کسان نیولي دي او د قانون منګولو ته سپارلي دي. تشکر خاکسار صاحب. قماندانۍ امنیه ولایت کندوز چی پلان ها و برنامه های را برای تامین امنیت بهتر باشندگان کندوز در روزهای دارد؟ موږ د اخته د ورځو لپاره دانن هم په ولایت کې جلسه درلودله. موږ پلانونه لرو ترڅو خپل دا چک پوینټونه، سیارې، ګزمې زیاتې کړو، ترڅو د کندوز ولایت مجاهد ولس وکولی شي چې د اختر شپې او ورځې په آرامه او ډاډمنه فضا کې ترسره کړي. ممنونتان. ساعت جرایم امنیتی در ولایت کندوز در چه حد است؟ اگر کاهش یافته، عمده ترین عوامل آن را شما در چه میبینید؟ در کندوز ولایت کې جرایم جنایي پیښې پخوا وې، کم توم غلاګانې کېدلې، کورونه لوټل کېدل، خو کله چې موږ د امنیه قمندانۍ د رهبرۍ لخوا نه یو کمپ جوړ کړو د معتادینو لپاره، البته دا غلاګانې چې هم کېدلې د معتادینو لخوا نه کېدلې، کمپ جوړ کړو، ورته دغه معتادین موږ ټول راټول کړل، او دا د صحتیابۍ لپاره مو کمپ ته ولېږل چې تر څو صحتیابه شي، او بعد له هغې نه موږ خپلو کورونو ته وروسپارو. نو دغه لړۍ موږ شروع کړې ده، معتادین هم ټول راټول کړل، راټولوي، او په همدغې لړۍ د راټولولو سره الحمدلله د جنایي پیښې بیخي صفر دی په کندوز ولایت کې. تشکر خاکسار صاحب. از معتادین یادآوری شده، تا هنوز چقدر معتادین شما جمع‌آوری کردین و بعد از صحتیابی به خانه هایشان برگشتن؟ په تعداد 700 کسان موږ راټول کړي دي، چې په دې کې 600 کسان صحتیابه شوي دي، او بعد له صحتیابۍ نه موږ هغه خپلو کورونو ته سپارلي دي. تشکر خاکسار صاحب. تا چند ماه گذشته نشستهایی که رهبری قماندانی امنیه ولایت کندوز با اشخاص مختلف، جامعه، بزرگان قوم و مردم این ولایت داشته است، عمدهترین مشکلات مردم چی بوده و قماندانی امنیه ولایت کندوز برای رفع مشکلات مردم چی کارهایی را عملا انجام داده است؟ موږ په 15 ورځو کې یوه جلسه لرو، امنیتي جلسه ده، یو جلسه له ولس سره ده. نو موږ په دې کې دا د ولس مشکلاتونه، ستونزې سي اورېدلې، بیا مو د قمندانانو د ولسوالیو او حوزو امیرینو شهرګانو سره به موږ د دوی دغه مشکلاتونه او ستونزې شریکولې، تر څو د دوی د مشکلاتونو ته پر وخت رسیدګي وشي، تر څو د خلکو ستونزې ته د ستونزو په موخه زر وړتیا یعنې رسیدګي ورته وشي د خلکو ستونزو ته. نو پخوا دلته ستونزې ډېرې وې، بیخي یعنې په پخواني نظام کې آن وای ستونزې اوج ته بیخي رسېدلې، خو اوس لله هم د اسلامي امارت په راتګ سره په کندوز ولایت کې ستونزې مشکلاتونه نه لرو. نو د امنیه قمندانۍ دروازه د مجاهد ولس لپاره د کندوز ولایت خلاصه ده، څلیر ساعته موږ په خدمت کې هستو. ممنونتان. جناب خاکسار صاحب، بعد از پیروزی مراد اسلامی در ولایت کندوز، نظر امنیتی چگونه میبینه شما امنیت را، و با باشندگان ولایت کندوز برای امنیت بهتر، برای تامین امنیت بهتر چی اطمینان میدهین؟ امنیت خوز الحمدلله تاسو خپل هم معلومیږي چې بیخي ښه ده کندوز ولایت کې. شپې ورځ مجاهد ورځ د کندوز کولی شي چې وګرځي،
تاسو به خپله هم لیدلی اوسي، نو په دې شپو کې که تاسو ووینئ په بازار کې ډېر جموجوش ده، بیروبار زیات ده. نو موږ د کندز ولایت مجاهد ولس دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې کولی شي دوی شپه ورځ له دې ولای او له کندز ولایت څخه تخار ته، بدخشان ته، کابل ته، لرې پرتو ولایتو ته، ولسوالیو ته شپه ورځ سفر وکړي. الان هېڅ نو کوم مشکل نشته. ممنونتان خاکسار صاحب. هماهنگیتان با سایر ادارات ملکی و نظامی در ولایت کندز در زمینه رسیدگی به مشکلات مردم چگونه است؟ مونږ له نور ادارات سره هماهنګي ډېره ښه ده. په 15 ورځو کې مونږ یوه جلسه له استخباراتو ریاست کې لرو، هلته د ملکي ادارات رئیسان هم راځي، د نظامي، د حوزو امیري، تر څو مونږ وکولی شو خپله هماهنګي لا زیاته کړو چې د کندز ولایت ولس ستونزو او مشکلاتونو ته زر او په وخت رسیدګي وکړو. ممنونتان. به نظر شما فعالیت منصوبین امنیتی در مناطق مختلف، البته مرکز و ولسوالی های این ولایت چگونه است؟ آیا آنها با شما هماهنگند و توانستند تا به مشکلات مردم در عرصه های مختلف به ویژه تامین امنیت بهتر رسیدگی کنند؟ بلکل. مونگا په لرو پراتیو ولسوالی که التا مقوی مونگ سر دیره که هماهنگی لری، مونږ ته د سلیلې ساعته راپور راکوي چې په دوو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت ډېر ښه ده، او مونږ د دغو نه اشخاصو افرادو مشکلاتونو ته رسیدګي کړې ده. نو الحمدلله د هغوی هماهنګۍ له امنیه قمندانۍ رهبرۍ سره ډېره ښه ده. ممنونتان. یکی از چالش های حکومت پیشین البته فاصله میان مردم و حکومت بود. آیا امارات اسلامی به منظور نزدیک ساختن روابط میان مردم و اشخاص مختلف و حکومت موجود برنامه هایی را داشته یا خیر؟ بله. نو پخوا دستی او سی تاز تا بهتر معلومه سی قومندان دیانی دیا ولد چانو سلیدلی کلیدوی هم پدیر واسطو پدیر مشکلاتو. نو اس دی اسلامی امارت دی طولو والیانو و امنیه قومندانانو و رئیسانو مکمل دی ادارات و مسئولینو دروازه دی ولس لپاره سلیر سات اخلاسی دی ترسو دوی اخپل ستونزی او مشکلاتونا راستی د نږدې څخه موږ ته ووایي او موږ ورته پر وخت رسیدګي وکړو. خب خاکسار صاحب، میشه در رابطه به روزهای عید بگوین؟ البته در انتهای گذشته ما شاهد هستیم که بعضیا در شهر بیوند و باره ایجاد میکردن، یا هم ریکشا جوانان سار میشه در طرف فایس آزار اذیت مردم میشه، از موادای مثل پتاقی از چیزا استفاده میکردن. شما اطمینان شما به باشندگان کندز در رابطه به چی است؟ در روزهای چی آمادگی هایی را روی دست دارید؟ مننه. ژوند و سلامت سوی مونږ نن هم په ولایت کې د همدغې په تړاو جلسه درلودله، تر څو وکولی شو هغه دوکاندارانو، هغه اشخاص چې دا پټاقۍ راوړي یا د دې ښار نظم اخلالوي، لکه په ریکشاګانو کې بې بندوباره کسان ګرځي په موټرو کې، نو مونږ دې ته د ولسوالیو امنیه قمندانان، د حوزو امیرین، خپله د شاراګانو د قمندانۍ پرسونل په دې تفاهم ورسېدلو چې تر څو پورې مخکې له هر څه نه د دغو اخلال او هغه کسان چې د ښار نظم اخلالوي او تخریبوي د دې مخه ونیسو. ممنونتان. به عنوان سوال آخر، خاکسار صاحب، خواست و تقاضای شما از مردم کندز در رابطه با همکاری های مشترک چیست؟ با شما با کدام موضوع با شما بیشتر همکار باشند؟ من سلامت شد. من خود ولس ندیر خوشیم، من دی ولس منبعی نه، دی ولس خدمت کی هستو. نو ولس سخم دغه هیله او خواست ده تر سو پوری من سره همکار اوسی چې من وکولی شو د کندز ولایت امنیت لا خو او خدمت. تشکر. خب محترم قاری صاحب جمعالدین خاکسار، سخنگوی و مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت کندز، از این که دعوت ما را پذیرفتید و حاضر شدید به مصاحبه، از شما جهان سپاس. خیلی ممنون و با امید موفقیت های بیشترتان در آینده. من جنده اوسی سلامت سیمون هم استاس پر درانه خدمت که هستو، هر وقت کار و خدمت مو خدمت کیو. تشکر. بیننده های عزیز تلویزیون اورانوس و شنونده های گرامی رادیو کندز، این بود برنامه ویژه ما امروز که با محترم جمعالدین خاکسار، سخنگوی قماندان امنی ولایت کندز، در رابطه با کارکردهای یک سال نیروهای امارات اسلامی در ولایت کندز و همچنان آمادگیشان در رابطه با تامین امنیت بهتر با باشندگان کندز در روزهای عید که تقدیم شما کردیم. تا برنامه های بعد و گزارشات ویژه‌ای که دوباره در خدمت شما برمیگردیم، شما را به خداوند یکتا و یگانه می‌سپارم.
شاد و موفق و صحتمند باشید.